هموطنان عزیز و بینندگان محترم، در راستای معرفی شخصیت‌های علمی فرهنگی افغانستان در قرن گذشته و یا در چندین دهه گذشته گزارشات را تهیه کردم، امروز می‌پردازم به معرفی مختصر کوتاهی از الحاج عبدالحسین منجم که اصلاً سرگذشت زندگی را می‌خوایم که از آقای محقق آقای عبدالغنی نیکسر جویا باشم. البته آقای سیر فاکولته ادبیات در کابل تمام کردن و سابقه تقریبا نزدیک به 40 سال یا بیشتر سابقه مطبوعاتی دارن. آقای سیر لطفا کوتاه بفرمایید از تحقیقاتی که در راستای مسائل علمی فرهنگی افغانستان و خصوصا هرات و باستان انجام دادن و گذشته کارهای مطبوعاتی خود، اگر کوتاه خود را معرفی بکنین تا بعدا بپردازیم به معرفی الحاج عبدالحسین منجم باشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به جواب سوال شما باید بگم که من کار اصلیم به اصطلاح مسلک اصلیم ژورنالیسم هست که در سال 1345 از فاکولته ادبیات فارغ شدم و بعد از اینکه چندین سال به اطلاعات کلتور هرات وظیفه داشتم به رئیس مدیر مجله هرات، بعدن بعد از رویداد ثور به کابل به اکادمی علوم افغانستان بودم که در بخش باستان شناسی و مدیریت مجله تحقیقات کوشانی برای 18 سال کار کردم و البته در اکادمی علوم افغانستان مسائل تاریخی مطرح بود برای ما و تحقیقات تاریخی و آن هم تاریخ قبل از اسلام. و بعد از اینکه از اکادمی علوم افغانستان به هرات آمدم، البته همو تحقیقات و مسائلی که در زمین های ادبی و هنری و تحقیقاتی که داشتم ادامه دادم تا امروز هم در همین زمین ها کار میکنم و تحقیقات و نوشته ها و مقالات در زمین ادبی، هنری و تاریخی نوشته میکنم و همکاری های دارم با مطبوعات و مطبوعات هرات و مطبوعات افغانستان و کابل و سایر نشرات خارجی. خب بهتر است که به اصل مطلب بپردازین و امروز به معرفی کدام شخصیت که فعلا حیات ندارن میخواین بپردازین. خدمت شما عرض بکنم که امروز من میخوام که در باره شخصیت بسیار متبارز هرات که باید از الحاج شیخ عبدالحسین منجم باشی بوده خدمت شما نکات را عرض بکنم. من خودم شخصا حضور جناب شیخ منجم باشی درک کردم چه وقتی که دوران کودکی ما بود در محله کمیختکران خواجه عبدالله مصری، اونا او شخصیت را شناخته بودم و به حضور از اینا رسیده بودم. جناب شیخ عبدالحسین منجم باشی یکی از شخصیت های متبارز هرات بودند که نه تنها در هرات بلکه در سطح افغانستان مطرح بودند و این انسانی بود که در اگر در زمینه تاریخ زندگی از نابغم در سال 1284 شمسی تولد شده بودن و 84 سال عمر کردن و در سال 1342 شمسی وفات کردن در هرات. به این شخصیت نه تنها شخصیت علمی و روحانی در هرات بودند بلکه در زمینه نجوم، اصلا تبحر از اینا در زمینه نجوم و دریافت های نجومی بود و بیشتر هر سال اینا یک تقویم ارائه می دادن و چاپ می کردن و آماده می ساختن که بسیار جالبیت و از زندگی خاصی داشت تقویم، برای از این که نه تنها مسائل روزا و اصطلاح ماها و سالها و اینا در تقویم چی می شد بلکه یک تقویم تاریخی بود که زمانه های یا روزهای سعد و نس هم در او چی می شد معمولا نشان داده می شد و ما شاهد بودم خود میکردن اونا چی میکردن، چاپ و نشر میکردن و بسیار اوقات مورد استفاده مردم به روشن فکرهای هرات قرار میگرفت. و بعد از این شخصیت بزرگ فرزندشان الحاج شیخ علی آقا منجم باشی همین کار از اونا رو ادامه دادن و وقتی که ما به اطلاعات کلتور هرات کار میکردم شاهد بودم که هر سال جناب شیخ علی آقا منجم باشی می آمدن و همون تقویم خود چاپ میکردن.
گویا گفته میشه که اصلا قبل از اینکه مطبعه یا چاپی در هرات وجود داشته باشه، اینا جنتری خود را به تعداد کمتری به خط یا قلم نوشته میکردن. اگر در رابطه صحبت بکنید و از تاریخ امکانات نشر و چاپ در هرات چند سال میگذره؟ خدمت شما عرض بکنم که طوری که قبلا هم گفتم، جناب الحاج شیخ منجم باشی صاحب شخصیتی بودند که اینا از زمان امیر حبیب الله خان تا زمان ظاهرشاه مطرح بودند در صحنه مسائل اجتماعی و مسائل حتی سیاسی افغانستان، چه در بسیاری لویجرگاه افغانستان شرکت کرده بودند و در زمین های مختلف فعالیت هایی داشتند و این تقویمی هم که چاپ میکردن فکر میکنم در اوائل اینا از مطبعه سنگی کار میگرفتن که وقتی که نوشته میکردن به قلم از مطبعه سنگی استفاده میشده و در هرات هم در قدم اول پیش از اینکه مطبعه حروفی به اصطلاح به میان بیایه مطبعه سنگی بوده در هرات که مطبعه بوده و نام مطبعه دانش. در اونجا اتفاق اسلام هرات هم چاپ میشه، روزنامه اتفاق اسلام هم چاپ میشه و در این حال بعضی نشرات دیگه از جمله تقویم جناب منجم بهشتی صاحب و مطبعه سنگی به چاپ میرسیدن. آقای سر، طوری که بیش از 43 سال است که از فوت مرحوم عبدالحسین منجم باشی میگذره، بیا هنوز بزرگسالان هرات و کسانی که سنشان از 50 و 60 جواز میکنه همه اونا رو میشناسن و به خاطره ها دارن. میتونین از ویژگی های بخصوصی که مرحوم منجم باشی با مردم هرات داشتن، شما چون در ایام طفولیت چیزهایی رو یاد میدین، اگر لطفا گزارش یا اطلاعات در رابطه بگین؟ طوری که خدمت شما قبلا هم عرض کردم، جناب منجم باشی صاحب البته یک شخصیت بسیار متبهر اجتماعی بودن، برای از اینکه اونا در زمینه مسائل اجتماعی همیشه فعال بودن، همونطور که بیشتر هم گفتم در لویجرگاه بسیار مختلف اشتراک کرده بودند و هم برای پیوند دادن و برای نزدیکی اقشار مختلف اجتماعی همیشه کوشش میکردند و اگر کدام وقت منازعات بین اقشار مختلف حتی شخصیت ها پیدا میشد هم مراجعه میکردند به جناب آقای شیخ و اونا در این زمینه همراهی میکردند و همدوشی میکردند و برای رفع معضلات اجتماعی همیشه کوشش میکردن. حتی اشخاص انفرادی هم مشکلاتی که داشتن در هر زمینه بونا مراجعه میکردن و کمک میکردن، از نگاه مادی هم بعضی اوقات برای از نو کمک میکردن و منازعات فامیلی و شخصیت ها رفع میکردن و حتی اگر خدا اینو خواسته کلا وقت نزاکت های بین برادرهای دینی هم پیدا میشد در هرات، از این شخصیت و مانند از این شخصیت منجم باشی صاحب استفاده های میشد و اینا با اینا مشوره های صورت میگرفت و در همین زمینه ها منهمک بودن همیشه و فعالیت های قابل خط انجام میدادن. گفته میشه که ارتباطات بسیار نزدیک مرحوم منجم باشی با حاکمان وقت از وقت شاه محمود خان، از وقت صدارت شاه محمود خان و حتی از وقت قبل از نادر خان و در زمان نادر خان و در زمامداری ظاهر خان داشتن و در ملاقات هایی که با کابل می‌رفتن و این شخصیت ها اگر به هرات می آمدن با رجال بزرگ هرات با هم نشست های داشتن. لطفا در این رابطه هم چیزی بگید. خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای شیخ منجم باشی صاحب به سلسله همون فعالیت های اجتماعی که داشتن همیشه همراه یک تعداد بزرگای اجتماعی و شخصیت های فرهنگی دگی هرات تقریبا گفته میتونیم که یک حلقه وصل بودن بین دولت و ملت و مردم، برای از اینکه همیشه برای نزدیکی مردم و ملت دولت و ملت و مردم کوشش میکردن و مشکلاتی که مردم داشتن میشنیدن و اون به گوش اولیای امور میرساندن و برای رفع و مثلا رفع و طرد مشکلات مردم و به اصطلاح رفع نیازمندی هایی که مردم دیشتن در زمین های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به دولت می رسندن همون نیاز ها و چیزهای توقعات مردم و به رفع از اون کوشش می کردن. آقای سیاد، در خاطر می خواستم پرسان بکنم که شما در این سال های آخر دست به تحقیقات علمی و تاریخی دیگه هم زدین، میتونید بگوین که در چه زمین های در سال های گذشته کار کردین؟ خب ما در زمین های مختلف بیشتر کار میکنم و در زمین های ادبی و تاریخی بعضی مقالات هم
نشر کردم به مطبوعات مختلف نشر شده و چاپ شده و اگر خدا بخواهد یک روزی این سلسله مقالات دل به هست که به شکل یک مجموعه چاپ بکنم و ارزوی مهمی هست که افتخارات فرهنگی معاصر هرات به یک نوع مینار متبارز بسازم تا اینکه بتانیم یک حلقه وصل بین نسل امروز و نسل دیروز هرات باشیم که نسل امروز نسل جوان هرات از گذشته خود آگاه باشند و به اواخر ما در یک کتابی هم در زمینه آموزش پرورش جامعی هم نشر کردم که به دسترس علاقه منده و خواهنده ها گذاشته شده و به این سلسله فعالیت ها فرهنگی پر انجام میده. در آخر در رادیو های بین المللی و جرائد بین المللی در رابطه با اعلانات و خصوصیات فرهنگ باستانی افغانستان و خصوصا هرات مثلا مراسم نوروز هم مطالب زیادی در جرائد عمده و بین المللی نشر شده. آیا او خصوصیات فرهنگی که در 30-40 سال قبل رواج داشته به علت بحران های 6 سال گذشته نقطه از بین رفته، هنوز مردم تمایلات برای انجام دادن این مراسم تاریخی خود دارن در افغانستان و خصوصا هرات؟ البته خب این مشکلاتی که در دو سه دهه اخیر در افغانستان پیدا شد و مشکلات جنگ در افغانستان بود، بسیاری پدیده‌های فرهنگی به صدا مورد سوال قرار داد و از نظرها پنهان شد، ولی با وجود از او هم در این سالهای اخیر که یک اندازه حالت عادی شده در افغانستان و خصوص در هرات، مردم تمام همو موارث فرهنگی گذشته خود باز هم یادآوری میکنند، باز هم برای نگهداشت و پابرجایی از اینا همت میگذارند. چنانچه اگر ما شما در وهله به اصطلاح بهار هرات قرار داریم و مشاهد بودم که در نوروز هرات مردم از چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه اول سال، 13 نوروز، روز نوروز تجلیل کردن و به اشکال مختلف مورد تایید و تعقیب قرار دادن. آقای سیر، از شما بسیار تشکر میکنم. امیدوار هستم که در کارهای تحقیقاتی خود همچنان کوشا باشین و صحتمندی و عمر طولانی و پربار را به شما آرزو میکنم که در خدمت جامعه فرهنگی افغانستان و خصوص جامعه هرات قرار بگیرم. تشکر از لطف شما مدیر جنرال صاحب که مورد اعتماد قرار دادین و چند دقیقه خیلی خوش شدم که با هم نشستیم و در زمینه‌های مختلف بخصوص جناب الحاج شیخ مولا جنباشی صاحب سخنهای خدمت شما اعلام کردم. تشکر. احوتان عزیز، این هم گزارش کوتاه یا به اصطلاح یکی از معرفی شخصیت های افغانستان و خصوص هرات بود که از زبان آقای نیکسیار شنیدیم. از شما تشکر میکنم و همچنین از آقای سیان تشکر میکنم. ممنون.